بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کتاب شرح درس های مهم برای عموم امت. درس ششم، شرط های نماز. شرط های نماز 9 تا است: یکم اسلام، دوم عقل، سوم فرق کردن، چهارم دور کردن بی طهارتی، پنجم دور کردن نجاست، ششم ستر عورت، هفتم داخل شدن وقت، هشتم رو به قبله آوردن، نهم نیت. شرط اول نماز اسلام است و ضد آن کفر است. پس اگر شخصی که پروردگار را دشنام می‌دهد یا عبادت را برای غیر الله صرف می‌کند نماز خواند، پس نماز او باطل است، مگر وقتی که به سوی الله سبحانه و تعالی توبه کند. شرط دوم نماز عقل است و ضد آن دیوانگی است و مستی از باب اولاست. شرط سوم نماز فرق نمودن و معنایش به بلاغت رسیدن نیست، لیکن معنایش در بین اشیا فرق گذاشتن است، یعنی سوال و جواب را بداند و برای آن سن معین نیست، ولیکن غالبا بچه 7 ساله فرق میکند. کی نماز خردسال درست میشود؟ سوال: کی نماز خردسال درست میشود؟ هرگاه بین اشیا فرق کند، یعنی سوال و جواب را بداند و مثلا در میان آب و آتش فرق نماید، وگرنه نمازش باطل است. شرط چهارم نماز دور کردن بی طهارتی و زیر آن داخل می شود: بی طهارتی بزرگ، بی طهارتی خرد. بی طهارتی بزرگ به غسل کردن برطرف می شود و بی طهارتی خرد به آب دست برطرف می شود. شرط پنجم نماز دور ساختن نجاست از بدن است. دور ساختن نجاست از بدن، گوشه زمین و لباس. پس اگر نماز گذارد بر او نجاست باشد، آن را بداند و دور کردن آن توانا باشد، آن در خاطرش باشد، پس نمازش باطل است و دور ساختن نجاست به 3 قسم تقسیم می شود: یکم نجاست خیلی قبیح، دوم نجاست سبک، سوم نجاست میانه. نجاست قبیح آن نجاست سگ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به شستن ظرف که هر گوسگ به آن دهان خود را داخل کرده است 7 بار شسته شود، برای بار اولش با خاک باشد. دوم سبک، تنها با پاشیدن آب به جفیدن دور کرده می شود و این برای پسر بچه که تعام نمی خورد و مزی و منی می باشد و با وجودی که منی طاهر است، مگر که پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگاه آن تر می بود آب می پاشید و هرگاه خوش بود آن را می خراشید. پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگاه آن تر می بود آب می پاشید و هرگاه خشک می بود آن را می تراشید، آن را می خراشید. سوم نجاست میانه، به شستن دور می شود و آن پاشیدن آب با جفیدن است و برای غیر نجاست سخت و میانه می باشد، مانند پیشاب مرد، زن و غیر این از نجاست ها می باشد. چیزهای نجس، چیزهای پلید و پیشاب پس افکندن حیوانی که گوشتش خورده نمی شود و در رندگان همش نجس است، بجز آن چیزی که از آن اعتراض کردن مشقت می آورد، مانند گربه، خچیر و خر و خون مسفوح. آن خون است که پس از کشتن حیوان جاری می شود و خونی که از دو راه پیش و پس خارج می شود و خود مرده ها و جز میته آدمی و آن چیزی که خون روان ندارد و میته بحر و ملخ. شرط ششم نماز پوشاندن عورت، و عورت 3 تا است: سبک، وزنین، میانه. عورت سبک آن عورت مرد پسر 7 ساله تا 10 ساله، و شرط است که آلت های تناسل پیش و پس پوشانیده شود. دوم عورت وزنین، و آن عورت زنی آزاد بالغ است. بر آن لازم است که همه بدن را به جز رو بپوشاند و بر آن لازم است که در وقت حضور بیگانگان رویش را بپوشاند. سوم عورت میانه، و آن برای
غیر این هاست و پوشانیدن بین ناف تا زانو شرط است با مستحب بودن سطر کتف ها و کاملا زینت گرفتن است. شرط هفتم نماز در آمدن وقت است. پس نماز پیش از وقت درست نمی شود و نه بعد از وقت مگر وقتی که با غیرش برای عذر جمع کرده شود. پس اگر قصدن نماز را از وقتش دیر کند گناهگار می شود. شرط هشتم نماز رو به قبله آوردن است و این از حکم نماز نفلی در سفر استثنا می شود. پس همان مسافر به جهتی که سواریش رو می آورد نماز نفل را می خواند و مانند آن در زمان ما نماز خواندن در هواپیما است و کسی که از رو آوردن قبله عاجز می آید یا از دشمن ترس دارد استثناء می شود. شرط نهمی نماز نیت است و مکان نیت قلب است و آن را به زبان گفتن بدعت است و اگر پیش از نماز به اندک وقت نیت کند یا تنها فرض وقت را نیت کند نمازش درست می شود. تنبیه های مهم: یکم، در ترک شرط جهل، فراموشی و قصدن قبول نمی شود مگر هرگاه نماز گذارد و بر اون نجاست باشد از روی جهل یا فراموشی، پس نمازش درست است، زیرا این از جمله ترک است نه از فعل. دوم، شرط ها بیرون از عبادت و مقدم بر آن می باشد و بودن آن تا آخر عبادت حتمی است. درس هفتم، ارکان نماز. نماز دارای 14 رکن است. یکم، راست ایستادن با همراهی توانایی. دوم، تکبیر الله اکبر گفتن. سوم، خواندن سوره فاتحه. چهارم، رکوع. پنجم، آرام گرفتن بعد از رکوع. ششم، بر هفت اعضا سجده کردن. هفتم، از سجده خستن. هشتم، در بین دو سجده نشستن. نهم، در همه عملهای نماز آرام گرفتن. دهم، در بین رکنها ترتیب را رعایه کردن. یازدهم، التحیات آخر. دوازدهم، برای آن نشستن. سیزدهم، بر پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات فرستادن. چهاردهم، به دو طرف سلام دادن. رکن اول نماز، راست ایستادن در صورت توانایی. در نمازهای فرض، راست ایستادن در نمازهای فرض رکن نست و در صورت تماما توانایی نداشتن ساقط می شود یا به ایستادن توانایی دارد در حالی که خشوع از بین می رود و اگر براست ایستادن قدرت داشته باشد و اگر چی کمی هم باشد راست می ایستد. در نمازهای نفلی باشد نماز نفل را نشسته بخواند درست می شود لیکن نصف اجر راست خوان را می گیرد یا به پهلو بخواند و برای او نصف اجر کسی است که نشسته می خواند. رکن دوم نماز تکبیر احرام و جایز نمی شود تکبیر احرام مگر به لفظ الله اکبر گفتن. رکن سوم نماز خواندن سوره فاتحه. خواندن سوره فاتحه در همه رکعت های نماز واجب است، خواه نماز سری باشد یا جهری. خواندن پوره با ترتیب آیات ها، حرکت ها، کلمه ها و حرف هایش و اگر امام را در رکوع دریافت خواندن فاتحه ساقط می شود. رکن نهم نماز، آرامی در همه عمل های نماز. با گفتن ذکرهایی که گفتن آن در هر رکن واجب است آرامی حاصل می شود. تنبیه مهم، ارکان در داخل عبادت می باشد و در ترک رکن از رکنها جهل، فراموشی و قصدن قبول نمی شود و به سجده صحو جبران نمی شود و به اعاده نماز حاضره امر کرده می شود. اما نمازهایی را که گذشته است و در آنها بعضی رکنها را ترک کرده است پس در آنها معذور دانسته می شود، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی را که نمازش را بد خواند به اعاده همه نمازها امر نکرد و او را به اعاده نماز حاضره امر کرد، با وجودی که او در آن آرامی را ترک نمود و آن رکن می باشد و الله تعالی دانا است. درس هشتم، واجبات نماز. واجبات نماز هشت است. یکم، همه تکبیرها به جز تکبیر احرام. دوم، سمی الله لمن حمیده گفتن برای امام و تنها گذار. سوم، ربنا لک الحمد گفتن برای همه. چهارم، سبحان ربی العظیم در رکوع گفتن. پنجم، سبحان ربی الاعلا در سجده
سجده گفتن، ششم رب اغفر لی در بین دو سجده گفتن، هفتم التحیات اول، هشتم برای آن نشستن. تنبیه مهم، گفتن سبحان ربی العظیم در رکوع به این لفظ واجب است، سپس به آن چیزی که در سنت وارد شده است افزودن مستحب می باشد و این چنین سبحان ربی العالی تنها با این لفظ گفتن واجب است، سپس به آن چیزی که در سنت وارد شده است می افزاید.